باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در فرجامین سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا شبکه القاعده و گروه داعش را هنوز هم تهدیدی جدی در برابر جهان می‌داند و بر ادامه پیکار و سرکوب این گروه‌ها تأکید می‌ورزد. سیاست خارجی ما باید بر تهدیدهای برخواسته از گروه داعش و شبکه القاعده متمرکز باشد، اما تهدیدهای آنها نمیتواند متوقف گردند. حتی بدون تهدیدهای گروه داعش، بی‌ثباتی‌ها در شماری از بخش‌های جهان تا دهه‌ها ادامه خواهد یافت، به ویژه در کشورهای خاورمیانه، افغانستان، پاکستان، آمریکای مرکزی، آفریقا و کشورهای آسیایی. وزارت دفاع ملی میگوید که هرگاه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا میخواهد که از تهدید داعش و شبکه القاعده در امان باشد، باید افغانستان را کمک کند و با گروه های عراس افغان مبارزه مشترک نمایند. د دې لپاره چې منګه په دې جګړه کې زر بریالي شو، افغانستان په لومړي خط کې دی، باید نړیوال د سیمې هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه، چین، روسیا، هندوستان، امریکا، هغه هیوادونه چې د تروریزم په ضد باندې جګړه کوي او متحد دي، باید افغانستان سره مرسته وکړي. باورها بر این است که روشن نبودن سیاست ایالات متحده آمریکا در جنگ با عراس افغانی، ضعف استخباراتی، بسیج نشدن درست نیروهای امنیتی افغان با جنگ افزارهای سبک و سنگین، توقف عملیات‌های ویژه در برخی از موارد و هدف قرار ندادن پایگاه‌های اصلی عراس افغانان در آن سوی مرزهای کشور، سبب دوام جنگ و نیرومند شدن مخالفان شده است. عملیات‌های خاصی که لازم است برای از بین بردن حراس افغان‌ها و صورت نگیره، من فکر می‌کنم که این جنگ دوام خواهد کرد و عراس افغان هم نه تنها از بین نرفتن، بلکه تقویه هم شدن. پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، ایالات متحده آمریکا پایان جنگ را در افغانستان اعلام کرد. اما دیده می شود که جنگ تمام نشد و گروه داعش پدید آمد. از امیر رو آمریکا ناگزیر شد تا 10,000 سربازش را در افغانستان نگه دارد و نیز بر افزایش شمار این نیروها تاکید شده است.